سلام به زیبارویانی که ما رو دنبال میکنن و سلام به یک کسایی که سابسکرایب نمیکنن. سلام، اینجا منو میسه راجع به مغزمون که در بعضی از موارد دعا میکردیم که ای کاش نداشتیمش. این عضو حیاتی یه سری چیزای جالب آوردم که دیگه ذره زیاد بسته. بریم ببینیم. این عضو مرموز که توی سایت های مختلف توی منابع مختلف چیزای مختلف راجبش گفتن، ساختارش 70-75% از آب و 20-25% از چربی ساخته شده، یعنی چرب ترین عضو بدنمونه. سرعت رد و بدل شدن اطلاعات توی مغز چقدره؟ 20 کیلومتر، 40 کیلومتر، 50 کیلومتر، 429 کیلومتر در ساعت، یعنی از سرعت ماشین‌های فرمول یک کم بیشتر. دیدین دوتا شی مثلا بادکنک و پتو اینا رو به هم میسابین الکتریسیتی تولید میشه؟ رد و بدل شدن اطلاعات بین نورونا یه الکتریسیته خیلی کوچیک و اندکی رو تولید میکنه و به خاطر تعداد زیاد نورونا این الکتریسیته که توی مغز ایجاد میشه به اندازه‌ای که میشه یه لامپ کم مصرف رو باهاش روشن کرد. بکنیم که گوشمون از این به بعد از برق خودمون استفاده کنیم. تا دلتون بخواد این عضو حریصه، یعنی 30% از خونی که قلب پمپاژ میکنه رو مغز مصرف میکنه و 20% از کل اکسیژنی که توسط دم و بازدم جذب بدن میشه رو مغز مصرف میکنه. عضوی که تمام درد بدن، یعنی اگر هر جایی از بدن درد بگیره پیامش مستقیما به اونجا میره، خودش عصب درد نداره و فقط گیرنده های درد داره. برای همینه که توی جراحی ها کسی رو بیهوش نمی کنن و با یه بیهسی موضعی اون سطحی که درد رو میتونه حس بکنه رو بیهس میکنن و مستقیما روی مغز طرف جراحی انجام میدن. پس این عضو عصب درد نداره. قابل توجه دوستایی که رژیم میگیرن، اگر توی رژیمتون به اندازه کافی آب به بدنتون نرسه به شدت روی مغزتون و حافظتون تأثیر میذاره و میتونه سطح هوشیاری شما، سطح هوش شما رو بی نهایت پایین بیاره. توی هیچ رژیم غذایی اگر دیدید آب توش منع شده یا آب رو بهتون گفتن کم بخورید، اون اصلا رژیم منطقی نیست و ادامهش ندید، چون به شدت روی مغز و هوشیاری شما و هوش شما تأثیر میذاره. اگه دوست دارید خنگ بشید آب نخورید. آب بخورید. آقا تحقیق نشون داده شکلات میتونه باعث شه مغزتون آرامش پیدا کنه و تمرکزتون بالا بره. شکلات بخورید. من تا یادم میاد همش میگفتن شکلات نخورید بعد فلان. تحقیقا ثابت کردن چرا ما خوردن شکلات رو یادتون نره. ابن تحقیقی که کردن متوجه شدن که ما توی طول روز 70,000 نوع فکر مختلف میکنیم که متاسفانه 50,000 نوع اینا فکرهای ناراحت کننده و منفی. مغز آدم ها تا 50 سالگی رشد میکنه، تا 5 سالگی بیشترین رشد رو داره. و یه جا خوندم اگر کسی تو طول روز 90 دقیقه عرق بریزه به اندازه یک سال گذره عمر مغزش کوچیک میشه. نمیدونم این یعنی بده یا خوبه. اگر این واقعیت داشته باشه پس کسی که ورزش میکنن پس برای سلامتیشون ضرر داره، سلامتی مغزشون دیگه نقطه نقض داره. پس مثلا یعنی اونایی که دوستانی که مثلا جنوب زندگی میکنن یا مناطق گرمسیر زندگی میکنن و فعالیت صبح تا شب دارن و مدام عرق میریزن الان باید مغزشون انقدر باشه دیگه. این نظریه های مسخره هم میدن. به نظرم این مسخره بود. مغز اگر 5 دقیقه بهش اکسیژن نرسه عارضه‌ای براش اتفاق میفته که مادام العمره و دیگه هیچ وقت از بین نمیره. اون قابل توجه کسایی که دلشون میخواد یاد بگیرن که چجوری 5 دقیقه زیر آب شنا زیرابی برن
یکی مثل خود من چون خیلی دوست داشتم این کار رو انجام بدم. البته خب یه سری ها هستن یه رکورد داریم 20 دقیقه 30 دقیقه زیر آب موندن، نمیدونم اینا چجوری، البته شاید اونا استثنان دیگه. مغز انسان فقط تا 50 سالگی رشد میکنه و بعد از اون دیگه رشدی نخواهد داشت، ولی تا آخر عمر مدام شکلش تغییر میکنه و مغز ما هیچ روزی شبیه روز قبل نیست و مدام داره خودشو تغییر میده. اینم جالب بود. آهنگ گوش کردن، آهنگ گوش کردن جز به اون چیزاییه که میتونه مغز شما رو هوشیارتر کنه و شما آدم شادتری باشید. پس تا میتونین آهنگ گوش کنین، آهنگ روی مغز شما و انرژی شما خیلی تاثیر داره. اینو علم اثبات کرده. یه مطلبی رو وقتی بهش رسیدم، اولش وقتی خوندم خیلی گذری از کنارش رد شدم، دیدم چقدر چیز مسخره ایه، ولی وقتی عمیق بهش فکر کردم دیدم کرکوپرم. فکر میکنین روی تصمیم گیریاتون تسلط کامل دارین؟ دوباره فکر کنین. وقتی منم فهمیدم که اینجوری کرکوپرم بیخ، شما دقیقا تسلط زندگیتون مربوط به همین قسمت مغزتون، اینها خودآگاه مغزتون. تأثیر نور بر مغز، تأثیر رنگ بر مغز. یه آزمایشی انجام دادن توی ژاپن، یه کوچه‌ای بود که توش خیلی جنایت انجام میشد، خیلی قتل و غارت و دعوا و اینجور زیاد توش اتفاق میفتاد. نور صورتی اونجا گذاشتن، شاید باورتون نشه 80% کاهش پیدا کرد. یعنی اینقدر مغز ما عاشق رنگ صورتیه. این فقط مربوط به رنگ صورتی نیست، مثلا اگر یه اتاقی رو نارنجی رنگ کنین شما تو اون اتاق احساس گرمای بیشتری میکنین، اگر آبیش بکنین مغز شما آرامش بیشتری پیدا میکنه، اگر قرمزش کنین حرص شما به غذا بیشتر میشه. اگه دقت کرده باشین فست فودا و ساندویچی ها اکثرا دکوراشون قرمز رنگه. یعنی راجب تمام رنگا مغز ما واکنش های به خصوص خودشو نشون میده و این خیلی خفنه. ساختار مغز چون از آب و چربی ساخته شده به شدت شبیه ژلاتین میمونه، یعنی شبیه پاستیل میمونه. و یه چیز جالب دیگه این که اصلا به دیواره مغز هیچ چسبندگی نداره و کاملا توی مایع متوره. عجب بزرگ. مغز ما 86 میلیارد نورون داره، یعنی از کل ستاره های کهکشان بیشتر. جلو خدا چی خلق. میگن ما از 10% مغزمون استفاده میکنیم، اما یه نظریه دیگه هست این نظریه رو نقض میکنه و میگه ما از تمام قسمت های مغزمون حتی موقعی که خواب هستیم استفاده میکنیم و هر بخشی مسئول انجام یه کاری از امورات ماست. مطلب یه بار خیلی وقت پیش خونده بودم، به نظرم خیلی جالب اومد، نمیدونم تا چه حد واقعیه یا نه. میگن مغز انسان 7 حفره داره که تو طول زندگی کلن به خاطر تمرکزی که میکنه 2 تا از این حفره های مغزش باز میمونه. من اینو فقط نمیدونم تا چه حد واقعیه، فقط خونده بودم. میگن اگر توانایی اینو داشته باشه که به تمام قسمت های مغزش تسلط کامل پیدا بکنه، انقدر این مغز قدرت داره که میتونه رو جاذبه زمین تاثیر بذاره. اینو من نمیدونم تا چه حد واقعیه، ولی اگه اینجوری باشه چه خفن. یه سری اطلاعات هم راجبه یه سری خوراکی ها بهتون بدم. هسته گیلاس، اگر 2 تا هسته گیلاس رو بشکنین و بخورین، مقداری توش سیانور داره که میتونه کاری بکنه که اکسیژن به ریه شما نرسه و میتونه درد سرساز بشه براتون. این خیلی عجیبه به نظرم و یه چیز خیلی جالب که من تا همین چند وقت پیش که از دهن رفیقم شنیدم نمیدونستم، نمیدونم واقعیه یا نه، میگن که خب خود زردالو ملیم میگن یا ملوم یه همچین چیزایی میگن، همون که نیادم اصحابی شدی زردالو بخوره، اگر هسته داخلش رو بشکنین و اون گونه داخل زردالو رو بخورین، اون باعث میشه که اون خونسا بشه. یه دونه هم راجب آب هویج شنیده بودم. هویج ویتامین ای داره و واسه بینایی چشم خیلی خوبه. به خاطر رنگدانه هایی که تولید میشه به وسیله ویتامین ای تولید میشه برای چشم، برای بینایی چشم خیلی مفیده. ولی همین آب هویج رو اگه زیادی بخورین میدونستین باعث کوری چشم میشه؟ کوروسین و کوروسیتین همون ماده‌ای که داخل زعفرون هست، عملکرد مشابهی با فسفوریک اسید داره که خب همتون میدونین فسفر برای مغز خوبه. یعنی دقیقاً عملکرد مشابه همین قضیه رو
کروسین و کروسیتین زعفرون روی مغز داره، پس زعفرون هم زیاد. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و ما رو دنبال کنید. یه ویدیو خیلی استثنایی در رابطه، امیدوارم که دنبال کننده ایمون باشین و سابسکرایب کرده باشین. تا ویدیوی بعدی عاشقتون، صفا باشین.